سلام، به خانه ما خوش اومدین. تو قسمت قبل روز دوم از مأموریت مسافرت خاطر انگیز رو دیدیم. جعفری ها یه سفر کاملا فرهنگی به اعماق تاریخ داشتن و کلی از اماکن و عمارتهای باستانی منطقه رو شخم زدن. کلات اهرم یا قلعه زائر خزرخان که از مراکز دفاع از جنوب ایران تو جنگ جهانی اول بود، آتشکده موند از عهد ساسانی که تبدیل به سفر پرماجرا و نفسگیری براشون شد، و در نهایت عمارت 100 ساله شیرینه که از یه جاده خاکی خلوت پردست انداز و با کلی مکافات خودشونو بهش رسوندن. برخلاف روز اول، نجفی ها تو روز دوم تونستن قفل خیلی از درهای بسته دیروز رو بالاخره باز کنند. اول سر از جزیره گرم در آوردن. تو مسیر با پرنده های دریایی سرگرم بودن و اونجا از محل تخمگذاری لاک پشتا بازدید کردن. ظهرشون البته با یه قابلمه ناهار فاسد شده و تلاشای ناکام بابا برای صید ماهی گذشت. اما بازدید اسگاهی از منظره های هزار رنگ کم نظیر گنبد نمکی جاشک گرسنگی رو از یادشون برد. خانواده نیکرای هم با اصرار علی بر یک جانشینی تو همون اتراقگاه دیشب بساط بخور بابونه و دال عدس و مشتک و علم کردن و ضمنش به کشفای تازه‌ای در سیر و سلوک شخصیشون رسیدن. بعد نهار علی آقا بالاخره رضایت داد یکم روی نقشه جابجا بشن و برن سمت موزه ریسلی دلباری. هرچند به خاطر فیلمبرداری تو محل ناچار از همون دور فاتحه نثار قهرمان دیارشون کردن. چالش سفر هم تموم شد و وقتشه که ببینیم مخاطبای برنامه نظرشون در مورد عملکرد سه خانواده چیه. تا این قسمت 62,094 رأی ثبت شده داشتیم که خانواده جعفری با کسب 34.8% مثل بیشتر قسمت‌های قبل همچنان پیشتاز هستند. خانواده نیکرای با یه جهش بلند و کسب 32.8% از آرا تونستن برای اولین بار به جایگاه دوم دست پیدا کنن. و خانواده نجفی با کسب 32.4% آرا در رتبه سوم قرار گرفتند. برگشتن شرکت کننده ها از سفر دو روزشون دیگه مسابقه به ایستگاه پایانیش نزدیک شده و این مأموریت آخریشه. اصلا سفر وای طوری بری یکی دو روز بمونی، نه کس بری صبح بری بازار بیا خیلی خسته بشی. علی آقا خودش قهوه چیه، ولی همچین صحنه ای به ندرت تو خونش دیده میشه. تجلت بخوری بیا چای از دستت کاشم. علی چقدر شیرین هم رختی. همیشه زنم دیگه ایشالا کم کم دوز شکرش هم دستش میاد. برو تو اسم فامیلیه؟ نه برو کیه؟ اول اسم خودته. کلی از مردم ایران ندارنش اصلا. نجفی ها حرفای سیاسی هم میزنن. میشه شما رو هنمایی نکنیم؟ چی تو مدرسه اون اه داره؟ نه تو مدرسه تو، همه مدارس تو مدرسه تو اه یه اه هست که همه همه اون شب خواب نمیرن. آه امتحان نکن آه نگون نکن. اگر پول داشته باشه رفا آفرین. خب حالا دو هیچ. سفر باعث شده علی اصغر بالاخره پوستی بندازه و یواش یواش تو فعالیت‌های خانوادگی مشارکت کنه. هرچه بال سفر بهتر باشد، آروم‌تر بزن. چقدر خوب اومد. بس. هرکی ایراد نگه، خیلی هم واقعا چرا انگار سکته کرده یه برسونه؟ ممکنه. ما چه می‌دونیم؟ گربه‌ها هم مریض میشن.
گزارش من خانواده هم اومده. خب به نظر چندم جدولی؟ از آخر اولی. آره اگه ببازین حستتون چیه؟ ناراحت میشم یعنی؟ نه نمیشم، بازیه دیگه، حالا بازیه میبریم یا میبری یا میبری. آره. میبری یا میبری. برای من از مدیریت خودم راضی هست. خدا ازت راضی باشه. پس حل رضایت از خود مهمترین عامل لذت از زندگیه. با اونو خیلی خانم چیز جعفری خیلی عباسی هست بخیر. آره. تو جدول هزینه ها از بیشتر به کمتر به ترتیب خانواده های نجفی، جعفری و نیکرای اول تا سومن که این آخری البته هنوز مهمونیشو نداده. من آقای جعفری شده 2,116,000 تومان. 2,116,000 تومان؟ چه خریدی دوباره؟ الان ما 2,300 تومان. خب 2,327,000 تومان. من ما 1,085,000. دوبار شد ما انصراف میدیم. چه انصراف میدی؟ اشکالی نداره. این چیه؟ اون بالاییه؟ گازه. همه دو دارن، ما 5 داریم. بیا در مورد این صحبت نکنیم. جعفری بیشتر همه تو برق و گاز مصرف جو بالا. هرچی تو خوراک خرج نکرده تو. کلن خانواده ی انرژی سوزی هن. این صدای یک پیغام ضبط شده است. مأموریت این قسمت شما برگزاری یک مهمانی خانوادگی برای رقبا است. شما موظفید در این مراسم با حداقل هزینه و حد اکثر خلاقیت اوقاتی خوش برای مهمانان خود فراهم سازید. در این حال باید نهایت تلاشتان را به کار بگیرید تا آنها را به شکلی جذاب و هیجان انگیز سرگرم کنید. میگه باید مهمونی بدیم. خود دیگه آخرین نفریم دیگه، چون مهمونی ها رفتیم، سفرها هم رفتیم، اونا هم رفتن، ما هم رفتیم. ها دیگه برنامه آخر برنامه دیگه. خب چی میخواییم بسادی؟ والا قیمه شکر پلو. ها دیگه قیمه شکر پلو. ها خب یکم میگو هم درست کنیم با آقا خروسه. خوبه. فکر میکنید آشپزی خانم نیکرای چطور باشه؟ درجه یک. نه بیتارو کدبانوه. آره مشخصه، چون که گفتن ما مشتک و نمیدونم گرده و اینا درست میکنیم. نه کسی که مشتک درست میکنه و گرده درست اینا میکنه اینا هنره. آره چون هر زن جوانی نمیتونه گرده درست کنه. گرده یه کاریه که زنهای میانسال معمولا انجام میدن. گرده؟ آره کاری داره یه گرد چوب بیمونن. نه فکر میکنی والو کاری نداره گرده. نه به نظر من باید دست بخش خیلی باید کدبانو باشه. خانوم نجفی روانشناسانه از هنر آشپزی پلی به سن و تجربه آشپزش میزنه. من نمیتونم در بیارم که راستی حالا سی مهمونی یه چیزی درست کنیم دعوتی برای خانواده ها بفرسی. همه علم خیلی کنیم مثل عروسی که کارت نداشتی نداری. میزبان قبل از هر تصمیم و اقدامی برای مراسم دست به کار احیای سنت قدیمی کارت دعوت برای مهمونی میشه. اینو خانواده نیکرای به عنوان دعوتنامه براتون فرستاده. آخه چه قشنگ. توپل بده نگاه. توپل روزا ببین چی توشه. تو خوشی میگه. نامه ننوشتم. شاید یه چیزی دارم میگن در مورد مکانش، نمیدونم قهوه خونه است دیگه. گل محمدی اینو یه نوع احترام گذاشتنه، یه دعوت ویژه است تقریبا. حد میزنی مهمونیشون کجا بگیرن؟ فکر میکنم کافشون. من امیدوارم تو کافشون بگیرن. من خیلی دوست دارم برم کافشون. شک نکنم اون تو کافه خودش. اگر تو خونه باشم مرغ و خروسا از در و دیوار میریزن. به نظرتون چی درست میکنن؟ ماهی. نه ما میگه قیمه درست. ماهی خواهی. اه قیمه؟ این قابلمه برای چیه؟ این همون مواد رنگینک. آرد و روغن. کلن من رنگینک با آرد جو درست میکنم. آرد جو خیلی خوشتم تر در میاد. در غیاب بچه ها منوی ناهار فردا خیلی زود به تصویب رسید و مامان و ماپیر بدون لحظه ای اتلاف وقت با مواد موجود تو خونه وارد فاز اجرایی شدن. بیبگلی هم میخوایم درست کنیم. راستی
چی هست؟ یه نون شیرینش میکنن تو تنور میزنن. فکر میکنید برنامه شون واسه بازی و تفریح چیه؟ تمام بازی های بوشهری رو انجام میدن. ما هنوز والا بازی هم هیچی انتخاب درست نکردیم، فقط خواهی یکیش ما گفتم اسفامیل انجام بدیم. اگه علی ساربونه که بعد نهار یکیه پتو و متکا میده دست همشون، بعد به نظر من بازیاش هم بازی خوبی باشه. آره نهاره تا ببینیم چه میشه. ممکنه بگن تو حیات بیفتین دنبال مرغا. ایوان حیوان آزاریه ولی باشه اشکانه. امین بازم آماده خشونته. رنگینک ها آماده شده و با افزودنی های مجاز غنی‌سازی میشه. خب حالا برای هدیه چی کار کنیم رضا؟ رضا یه سری هدیه رو تو تدارکش رو ببین. موجود زنده دوست دارن. موجود زنده نداریم اینجا جز علیه. قبول میکنن؟ نه اتفاقا زیاد میخوابه، خیلی دوستش دارن. میخوان تمام آتیش بزنم به کارته، میخوان همه شو هزینه کنم. گل گیاه داریم. شما میتونیم مثل خانواده نیکرکت مرغا بردن مثلا ماهی ببریم براشون. ماهی تو جوب میتونیم بریم بیاریم. نه تو جوب اونجوری ها، تو جوب آبمون ماهیه، ماهی قرمز قشنگ. برنامه یه سید بدون فوت وقت به جریان میرفته. چطوره که اینجا ماهی داره؟ دقیقا پشت کوچه ما یه اسکله هست، اسکله ماهیگیریه. بعد این جوبه هم که همه با هم ارتباط دارن. دارم ماهی گرفتن خیلی هم آسون نیست. ما تا یه شیر سید نکنیم نمیایم بالا. آروم نمیگیریم. گرفتم یکی، یکی گرفتم. بیا بیا بقیهش هم بگیر، اشکال نداره. خوش میگذره ها. خیلی خوشه. سارا بارکلا. وای 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 سارا خیلی خوبه، خیلی خوبه. بنزش کلن حیات گیاهی و جانوری تو کادوهای مهمونی این فصل نقش مهمی بازی میکنه. وای وای با صدف هم گرفتم. با صدف گرفت. آره من با این صدفایی بود که جمع کردم تو ساحل. منظور جمع کردیم دیگه. آره با امین جمع کردیم. معذرت میخوام آقا امین از شما. من اون با اون صدفا میخوام یه چیز خانه ما درست کنم روش بچسبونم. آره قابش کنیم. آره قشنگ میشه نه؟ تزیین زعفرونی نونای دستپخت میزبان یعنی گروه تدارکات داره با قدرت پیش میتازه. دلم برای این روزا تنگ میشه. تنگ میشه دلت؟ آره. آره؟ دوست داشتی؟ آره. طبق معمول بازم خانم نجفی دست تنها مشغول تهیه کادوه. قابشو بابات زحمتشو میکشه. بله. امین راستی نظرت چیه؟ یه گربه ببریم ما برای خانواده آقای نیکرای. آره آره کل مرغاشونو بگیره ها. بگیره خوبی نیست. نیست البته گرفتن مرغای خونه نیکرای بیشتر به پلنگ احتیاج داره. فرایند خرید با حضور و غیاب اهل محل شروع میشه. آج غلام سلام دی عبدالداد سوارش خواه کم پیده یا محسن چوری خالو سلام شکر خدا الهی شکر سلام میتون چه خبر خوشی میگم گروه هم داری برام خوبی میگم یه نیم کیلو کشمش بکش نه خالو شیطان ما میگم مرم تو کارت کو یادم رفته. واقعا این مرد از مال و حساب دنیا بی نیازه. بکشیم نه نه گردو ای بده ما اوتوری آها جون ها. از سفر تا کسب و کار هنر آشپزی خانومای این خونه رو زیاد تو مسابقه دیده بودیم. تهیه کره محلی گل تلاشای میزبان واسه برگزاری یه مهمونی سنتی اصیل بوشهریه. مشکی مشکی انابی مشکی ما صدا نداره جوده ما شاره نداره. حالا میزنه کره
حالا واقعا یه من ماست چقدر کرمی دو سفتم شده ها داره میزنه بزن جوش شده جوش شده ببینم شما یه کاری متاسفانه نسل جدید به جای احیای سنت ها مشغول اخلال در سنت هاست به بحثه کراش به به چه قشنگ پسر عروس خانمون درد نکنه دوخ دارش کردنشو از نتیجه راضی؟ آره عالیه دستشون هم درد نکنه تا اینجای مسابقه چشمون اینقدر به میگو روشن نشده بود و حالا وقتشه که علی به عنوان یه بوشهری اسیر افتتاحش کنه یا میگو بوشه میگو بوشهرن آه علی با با علی سلام خوبه با با حالا خوبه دست دار نکنم مردی باشه شما خیلی کنید زنده باشید دست در کنید خدا حافظ سلام ببین میگو همه کی هرفته نه اما ظاهرن علی یه عیادت از حمیدم افتاده مخارج سنگین مهمونی باعث شده علی قدر گرم‌های ترازو رو هم بدونه. تخفیفم میدین؟ نه. با گردو با پوست گفتم. تو گفتی بدون پوست نه. نه نه من گفتم. سیستم خاله در اومد. چه خبر میده علی؟ تو ننوشتی با پوست یا بدون پوست نگوش خواهی ببرش پس زشتم ببریمش پس زشته چرا خم میرم سلام چه داری؟ هفته گردو 300 تومن آورد انگار علی اونقدری که اهل بازار رو میشناسه با جنس بازار آشنایی نداره هیچ چه میده آوردی؟ سبزی ها رو خوب انتخاب کردن؟ خیلی عالیه عالی بیا مگه چی بعد آورد؟ نه چی خوب میاد بری سبزی خوب میاد نبینه حمید نبیدش بیا الان بچشش آقا چجوره؟ خوبه؟ خب الان بیا بچش همه جا نفته بعد جا بیا بیا علی ای ورشو بکش دوست دارید غذا چی درست کنن؟ قیمه بوشهری مامان نگو اینجوری چرا با خودم اگه چه اشکال داره؟ خب بعد شاید یه چیز دیگه درست کرده باشن نه خب واقعا سوال دیگه دوست دارم قیمه بوشهری برام درست کنن قیمه بوشهری دوست داری؟ بله خیلی با شکر پلو تو دوست داشتی؟ بچه ها شک دارن ها مامان شکر پلو دوست ندارم من شکر پلو دوست ندارم باید دید هنر دست خانم نیکرای میتونه دل خانم جعفری رو با شکر پلو نرم کنه یا نه چرا گریه میکنی؟ دارم پیاز میکشم خواسته که می دیروز چه خبر چه کار کردیم؟ سلامتیت چه بود؟ دیروم یه غوغایی بیدی اینجا عزیزم کارای باقی مونده زیاده با عمه ماهرخ تو صبح روز مهمونی اومده که ستاره نجات بخش تیم باشه به نظرت ما امرو میتونم باشون ارتباط بردیم ها آمو تو حالا چه برنامه چیدیم برای امروزشون گفتیم ببریمشو بالا چه علی خود دیدی همه قدیمیه مخصوصا عصای شهردار تا میری بالا میگه این عصای گو اولین شهردار و بوشهر که اومده دستش حیاتم میخوایم آذین بندی کنیم باریکلا دم در کوچه هم میخوایم چی ببندیم پیش بزنیم مال نخل حالا این نماد پیش نخل یعنی چه وقت درست میکنن؟ پیش نخل نماد سرسبزی دیگه ورود مهمان ها دیگه دیگه اصل کار آخرین بار کی پیش نخل زده بودین؟ آخرین بار جشن ولد آنی مهمونا انتظار قهوه خونه داشتن اما علی میخواد جور دیگه ای غافلگیرشون کنه هرچند وقت چندانی هم تا شروع مراسم نمونده و باید از تمام نیروهای پادر رکابش بهره بگیره موسیقی
مرغه واقعا از تولید به مصرف و زندگی کرد. علی سوت آغاز رسمی مهمونی رو به صدا در میاره. نه، فکر نه، اینا مربا خوریه، نمیدونی علی چه خوشنگه. به یکیش بده سیخامو. میشته میفهمم کجا میشکونم خیلی علی مفقه مربا خوری ندارم. علی دستمال قدرتش هم بسته و دیگه همه چی واسه شروع مهیاست. اینم مهمونی آخری. مهمونی آقای نیکرای. ببینیم چه میکنه برامون. ارمیا نگاه، برای دعوتمون چی فرستادن؟ شعری قدیمه. شکلات نه، چیز نیست. قهوه خونه نیست، نه. بعد بریم خونه شو. جدی؟ آره، نزدیک هم هستیم دیگه. باغ زهرا. استقبال با دود کندور و اسفند و لباسای زیبای محلی از همون اول به مهمونا خبر میده که با یه مراسم اصیل سنتی طرفن. مشتاق دیدار، دلمون برات تنگ شد. زنده باشی. علی قهوه خونه‌شو آورده خونه. آقا دست درد داره. از مادرش شروع کنم بزنم. بفهم، بعد ما خوردیم همه یکی. خیلی متشکرم از شما، ممنونم. فکر کنم ثانیه بعدش میره. خیلی. علی چه می؟ فکر کنم از این اودا بی. نه، زغاله کو خوش. آقا جعفری. شرجی یک. یک، دو، سه. اسم کوچه شرجی. از بس که شرجی بوشهر زیاده، اینا شهر نه. سلام، حال شما خوبی؟ سلامتی؟ قربونت، بفرمایید، خیلی خوش اومدید. سلام، حال شما خوبی؟ سلامتی؟ سلامتی، قربونت شما، بفرمایید. آشنا چقدر مهمی فهم حالا ایسای حالا ما آلزایمر گرفتم. دکتر خالی علی محسونی. آقای مهمان و عمه میزبانم آشنا در اومدن و بعد از خروس اهدای نیکرای به نجفی پیوندا بیش از پیش تقویت میشه. برخلاف دو مهمونی قبلی اینجا همه به موقع میرسن و مراسم بدون تأخیر با حضور حد اکثری مهمونا آغاز میشه. اینم از قهوه بوشهری با سرو کلاسیک جنوبی. حرف نداره. قهوه کو. بله. چایتون رو زود تموم کنید. یعنی من چایکو نمیخوام، قهوه. از نتیجه راضی بودین؟ غذا خوب شده؟ اصلا نچشیدم، ولی مطمئنم که غذام خوب میشه. خودم به خودم اعتماد دارم. مطمئنم که خوب الان میشه. الان ما میچشم ببینم چطوریه. خوبه، خیلی خوشمزه. دیگه خواهر شوهر که تعریف کنه یعنی تمومه. مستر تستر هستی که؟ هانه، میخوام... نیکرای ها میزبان آخرین مهمونی این فصلن و کارشون برای جلب نظر مهمونا به خصوص بعد از مراسم آقای جعفری روی لنج خیلی سخته. واسه همینم امروز اون چیزی که در هنر آشپزی و تزیین و سفره آرایی داشتن و اینجا رو کردن. تو مهمونی سنتی دست و روشویی هم آداب خاص خودشو داره. ما الان میگو بخوریم یا قیمه بخوریم؟
هر چی دلتون میخواد. خواهی دوری خواهی کار میترکیم خواه. چیه؟ بعدی بعدی. همون سوره دیگه. بعدی بعدی چونده. آه چونده ره. یک دو آیه علمینا تیکا. خواه. آیه جعفری بکشن. آقای جعفری تنها راه حلش اینه که رنگینک رتب خورما همه از دلوش برداره تا بکنه. گراهه آقای جعفری از آقای نجفی هم سرنوشت سازتره. خب اینه شعر حلو انگوش بیش شعر حلو انگوش بیش بلدی بخونه. نه چطور بلدی سازه؟ خب بخون سیمونه. غذا چطور بود؟ عالی بود. صحبت کنیم. قیمه بوشهریشون که اصل بود، میگو رو چجوری درست کرده بودن؟ میگو سبک بوشهری درست کرده بودن. چطوری سبک بوشهری؟ ما بوشهری ها با آرد و زردچوبه قاطی میکنیم. این میگو اینجا مغز پخت میشه، خشک میشه. من یه وره بشقاب هم میگو بود، یه ورش قیمه بود. یعنی هر دوتا رو همزمان با هم خوردم. علی اصغر ولی هیچی نخورد. علی رژیمه. آتون شستیم باش خواب داد دستم آب چی شکر پول. حالا خوب درست کرده بودن؟ عالی درست کرده بودن. از مهمونیتون راضی بودین؟ آره مامانم از دیشب خیلی استرس داشت، میترسید غذاش آماده نشه. ولی تو که تا صبح کمکش کردی خیالش راحت شد. به به مبارک باشه. سلام علیکم. دیگه میزبان که مشتی و در خونش هم که همیشه باز باشه، هیچ وقت ورودی مهمون بهش قطع نمیشه. خدا خالو سوری و یک برادی بر دل آمنو کنه تو خیلی بیده خونه بیدم آشه رد میشتو با امروز بیدم خب چه خبره؟ رو تو مهمون داریم بودو با تاییستی با خالو بزنیم. خب خوب گرد بخورم ویروز جونیم بزن دلم گرد بزن تار که امشب دلم از دنیا گرفته. سلام یک کلی یه استادم شعارش کرد دختر کارخونه شخونه داره. شادش کرد. سه تا مهمونی برگزار شد و هر کدوم خوبیای خودشو داشت. اگه بخوای برای برگزاری یه مهمونی ویژه از هر خانواده گلچین کنین و یه تیم منتخب تشکیل بدین، کیا رو انتخاب می‌کنین؟ یعنی از هر دو تا خانواده آشپز باشه. خانواده ما مکانش آره با ما هیچ با ما خانواده آقای نجفی هم خیلی همون زنشو بیارم. خیلی خوب میشه برای ما. البته ببخشید تو خونه داشتیم دیگه، خواستم یه چیز یادگاری باشه. این مهمونی آخرین ملاقات خانواده ها با همه. انگار تو این فصل همه از بودن کنارم حسابی کیف کردن که حالا چپ و راست دارن به هم یادگاری میدن. دلا رقیق و فضا لطیف شده و الاناست که یکی اشکش در میاد. دستتون درد نکنه. خواهش میکنه ایزم. بخ 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 به دستتون میاد. سلامت بخیم. قربون شما. له رضا نگاه انگشتانم با کتت سته. چه؟ دست در نکنه. آفرین من. چه خوشگل خانه ما. وای چه خوشگله. عالی خیلی قشنگ. دست در نکنه. یه عکس دست جمع. یه یادگاری از هممون. خب بعد از یه زنگ تفریح کوتاه رفاقت ها کنار میره و دوباره وقت رقابته. این بابا کن فردا هانی میشونتش. ماهی ها خوشگله. از ماهی ها خوشتون اومد؟ خیلی خوشنگه.
گوش موی هم ترش انداخته. موجودی من دیگه فکر نکنم چیزی ترش مونده باشه. راضی بودین از تصمیمی که گرفتین؟ برام مهم نبود، فقط میخواستم دل کسی رو خوش کنم. دل بچه‌ها شاد بشه. آره. کدوم کادو رو بیشتر پسندیدین؟ ما به انگشتر خیلی خوشم اومد. ما خانه ما خیلی خوشم اومد. انگشترم خیلی قشنگه. منم عکسه که دست جمعی گرفته بودی. کار دست خانم جعفری خودش بود. واقعا یه چیز سنتی قشنگ بود. که این مطمئناً علی الان میبردش بالا تو موزش. خیلی خوشحالم که میخواد بیاد اینجا اضافه بشه. اگه مایلین تا بریم بالا هم موزه شخصی ما هم نشون تو بدیم. بلیط بخواهی؟ بله. آنه به. بلیطیه؟ نه برای شما بلیطی نی. رایگانه؟ جان؟ رایگانه؟ حالا نوبت شگفتانه بزرگ نیک ریاست که تا این لحظه مخفی نگهش داشته بودن. بازدید از موزه آثار باستانی خانواده. سلام. هیچکی باورش نمیشه که تاریخ و جغرافیای بوشهر رو بشه با این جزئیات کنار هم دید. چه جای قشنگی. مثلا فکرش نمیکردم با همچین جایی مواجه بشم. اصلا فکر نمیکردم همچین اتاقی تو بوشهر وجود داشته باشه. قاشق چنگالا رو دمپای قدیمی هنه بواد شیاده تمام بشخواب های دهه شصتی به قبل هست اینجا اونا این وقت اینا خیلی آدم میاد اینا چیه؟ اینا هم چشم نظره یا نه؟ نه اینا گیس که میکردن ها اینا برای کشنگ تو عروسی ها پشت گیس میکردن آره این هم چراغ پمپی کلکسیون تلویزیونش هم کامله حتی تلویزیون بوده جنگل تعریف میکره با شابلورن بچه ها هرچی تو خاطرات مامان و باباهاشون شنیدن و اینجا میتونن از نزدیک ببینن هفت دو دو بسه داشته دفعه انگشتت سر میخور دوباره از اول با هم میگرفت آقای نکرش میشه ماید شمشیرکوی دست بگیریم خیلی وقت خونه بوشهری طوری نیومده ویلایی نیومده آره که اینجا قدیمی قدیمی دقیقا یادم میاد تو دهه 70 اینا استفاده میکردن آره باتری میخورد به چیز باتری ماشین باتری میخورد و فقط برفک نشون میداد باتری ماشین هم وقت میشه هیچ جا هم نمیگرفت بعد بدبختی فقط فوتبال میگرفت مردم نشستن پاش میگم آقا علی او عصا فکر کنم شمشیر باشه درستم اینه ای عصا یه اصلا شهردار بوشهر عمه ماهرخ ثابت میکنه با این برادر بزرگ شده تا میری بالا میگه یه اصلا اولین شهردار بوشهر که اومده دستش شما چیکار میکنه؟ این نوش رفیق خون بید دیگه دوستانه ازش گرفتمش مطمئنی که اصلا هیچ اجباری نبود نه نه داد شمشیر ارتشی های طوری بیده امین بفر یا بجنگیم با ما نیه گوز نیم به نام کدو تو آفریقا هم فقط آخریه درست بعد برای چی استفاده می شده؟ این برای مراسم عزاداریه اول سنج دنبام دیری بر میکنه اینطوری زیر کلن که بازی میکنیم تو مسجد خوم و همه مانه خوم هست مارو خضرت زینب خوم علی اکبر هم استفاده میکردیشون ها جلو نوه بر نوه میخوندن جلوش بود از این میکروفون ها بود خیلی قدیمیه ها اینا ها اینا آلمانی هست رجیت شن که میخواه بره میدون میگه ایا لشکر کافر پرزکین برون رفته از راه دین مبین به محشر چه گویین گر با شما خصومت کند سید انبیا نمی لافمه ابن سعد لین ای کارداری بیا و ببین چنان خون بریزم در این دشتکین که گویین خب وقت بلیتتون آفرین میشه بعد دوباره بیان؟ آقا میشه یه بلیت دیگه بگیریم میشه بعد اکس ما که هنوز باز نکردیم خواهمه خب ما این طرفش نگاه نکردیم We'll be right back.
علی آقا یه عمر خونه دل خورده و با زجر و زحمت هر تیکه از این موزه رو ذره ذره از این ور اون ور جمع کرده. دیدیم که حتی یه مربا خوریشو به همسرش نداد. همین نشون میده چقدر خاطر مهموناشو میخواد که در اینجا رو به روشون باز کرده. کاش بشه که هر کی هر تیکه‌ای که داره فکر میکنه قشنگ و جذابه و قدیمیه یه داستانی پشتش هست بیاره به این موزه اضافه کنه. فکر میکنم قشنگ هم مراقبت میشه هم دیده میشه. ما خونمون با وجود که ساده نه اینا ولی هر کی میاد توش عاشق خونمون میشه. همه میگن خونه تو خیلی خوشمزه. رازش چیه؟ رازش نمیفهم سادگیش. واقعا ما خودم از میشه به این پی بردم یه وقت اونی یه جام تجملات هست ولی از کاری به اون محیط اصلا ندارم. میبینی از دل او زن و مرد میشه. حالا همون مارو خانم ما همیشه میگم خونش هر جا که بره چند تا خونه هم عوض کرده کلن فضای خونش یه طوری. ما همیشه میگم شاید بیشتر از همون مرام خودشونه که ما دلم میچسبه تو خونش بشینم. دوتاشون خوب آره. روی لنج که برامون اولین بار بود و تجربه جدید بود. امشب امروز هم خانواده نیکرای واقعا سنگ تموم گذاشتن. دیگه موزه آقا علی هم دیگه آخرش خیلی دیدنی بود. یه چیز کمیاب واقعا لذت برد. به نظرتون کدوم خانواده باید برنده بشن؟ الان بله خانواده نیکرای. یعنی خودتون به اونو رای میدادین؟ بله. میخوام براتون این یک ماه که با شادی و نشاط و گاهی اوقات با سختی و خستگی زیاد گذشت را شرح بدم. روز اول که به خانواده ما پیشنهاد کرده شد، به هر حال زبون فارسی با ساختار مجهول خیلی راحت شد، پدرم به دلیل مشغله کاری قبول نکرد. کجا بود؟ از همان روز اول که بازرس به خانه ما آمد خوراکی‌ها و شکلات صبحانه مرا پلمپ کرد. متن امین یه جورایی وصف حال هر سه خانواده شرکت کننده بود. اشتباه هم پی بردم که وای پدرم درست میگفت که ما این کاره نیستیم. تا اینکه روز مهمانی خانواده جعفری رسید. آنها در لنج از ما پذیرایی کردند که برای همه ما خیلی جالب بود. ولی با اینکه پدرم خیلی منگه میداد که شما این بلا را سر من آوردید خیلی خوش گذشت. مادرم این روزها میگویند من ناراحتم که داریم از این تیم خوب جدا میشویم و جلوی عشقهایش را نمیتواند بگیرد. نمیدانم ما احساسی آدم های احساسی هستیم یا؟ این جزء برنامه بود. چی شد تصمیم گرفتی این انشا رو بنویسی؟ حقیقتش من ننوشتم، ایشون هم پاک نویسش کرد. یعنی تو فقط راویش بودی؟ با صداقت معصومانه امین این مهمونی هم به ایستگاه پایانیش میرسه و شرکت کننده ها دیگه در چارچوب مسابقه هم دیگر رو نمیبینن. قصه دوری و دلتنگی رو از همین حالا میشه تو خداحافظی بچه ها و بزرگترا دید. خسته نباشی واقعا. دوست داری بازم خانواده ها رو ببینی؟ با آره کلن ما خیلی خوشم اومد ازشون. آی شالله که رفت اومدون قدر شماره هم دیگه هم گرفتیم. این آخری مهمونی این فصل بود. به نظرتون دوباره هم دیگر میبینین؟ چرا که نه آخری مهمونی نیست. ما باز با هم رفت آمد. من اصلا خیلی به سکین خانم علاقه پیدا کردم. اینو دارم جدی میگم. اصلا فکر کنم که از الان به بعد دوستای خیلی خوبی با هم باشیم. دست شما هم درد نکنه، باسبانی شما بودیم. بله در صورت دوتا خانواده خوب یه خاطره خیلی خوب شده بین ما بود. کلن چطور بود مهمونی؟ عالی. چه حسی دارین از اینکه مهمونی آخرتون اومدی؟ حالا اون گرفته. چرا؟ دیگه عادت کردیم. از یه طرف مهمونی خوبی بود، از یه طرف تموم میشه. بارون هم گرفت. الان آسمون هم ناراحت افتر اینکه این برنامه داره تموم میشه. خدا هم گریش. یعنی مهمونیشون هیچ ایرادی نداشت؟ هیچ.
وا خیلی بد جنس بشین. حواسم که خیلی بد بود، اخلاقشون هم همینطور. بعد وقتی هم اومدیم تو چی بود دود تو چشمون اومد؟ چایاشون هم سرد بود همش. چرا اصلا هوا بود؟ چرا طوفان می اومد از خونه شون؟ سمت خونه شون هم بارون میدونم. بجنسی هم بهمون میدونم. همه ماروخ و ماپیر هم امروز خیلی خسته شدن. کمک میکنن دیگه، هم ماراخان هم مامی دوتایش و خودش. هر وقت میمونی داریم و اینا، اینا میمونی سنگین زیاد میدون. همیشه پا به پا مو بودن، کمکمون میکنن. بین اون دوتا خانواده به نظرتون کدوم باید برنده شه؟ من به دوتاشون رنگ. بابا مثلا به کسی اگه یه رأی هم داشته باشم نصفش میکنم، یکی میدم جعفری، یکی میدم نیکرا. اگه یکی باشه به هیچ کدومشون نمیدم. ما سبکمون سبک سنتی بود، چون سنتی به بار آوردیم، سنت بوشه رو نشون مردم ایران دادیم. انشالله که خوششون هم اومده باشه، ازشون هم انتظار دارم بهمون رأی. میتونیم به بیننده ها بگین اگه بهتون رأی بدن و برنده مسابقه بشین، همشون یه قیمه شکر پلو مهمون شما. سه خانواده بودیم که سبک زندگیمون شاید یه ذره متفاوت بود، ولی ما خود مردم بودیم. میدونید مثل فیلمایی که نشون میده بازیگرها از کاخشون در میان میرن تو ویلا و ماشینای لاکچری و زندگی فلان نبودیم. همین مردم ساده بودیم که شما اومدید و به زندگی ما رو نشون دادیم. امیدوارم مردم خود واقعیمون رو دوست داشته باشن و واقعا هم خوشحال میشم که به خانواده ما رأی بدن. خب هانی مسابقه تموم شد. نگفتی بالاخره تخم مرغ رو کی شکونده؟ دیگه اینجا نه حقیقت بود. نه حقیقت، واقعا حقیقت. آقا جعفری بگی چند تا از اینا هم با خودمون یادگاری بیاریم. آره. نه عکسشو میتونیم بگیریم. چه اشکال داره نه یادگاری؟ نه تو جیبمون میذاریم. میریم پایین نشون اول نیک رنگ. قبل از اینکه خانم نجفی تو نقشه شومش جلوتر بره، با این قسمت و مهموناش خداحافظی میکنیم. راستی آرز خونمون هم نداره. شما راجع به کارای هر کدوم از خانواده ها تو این قسمت چی فکر میکنید؟ کیفیت پذیرایی میزبان رو چطور ارزیابی کردین؟ نظرتون درباره برخورد مهمونا چیه؟ میتونید نظرتون برای انتخاب بهترین خانواده یا خانواده های این قسمت رو از طریق نرم افزار، سایت یا پیامک برنامه با ما در میون بذارید و تو نظرسنجی برای انتخاب موفق ترین خانواده شرکت کنید. با پایان قسمت 9 اعداد و ارقام جدول هزینه هام نهایی میشه. ببینیم تو فصل 12 مسابقه کی از همه کمتر یا بیشتر خرج کرده. تو صدر جدول خانواده نیک رای قرار دارن. اونا با وجود سنگ تمومی که واسه این مهمونی گذاشتن و هزینه های زیادی که براش کردن، در نهایت مجموع مخارجشون به 2,085,000 تومان رسید. جعفریا با یه اختلاف ناچیز در حدود 200,000 تومان تو پله دوم قرار گرفتن. اونا تو این یه ماه مسابقه کلن 2,266,000 تومان برای هزینه های جاریشون کارت کشیدن. خانواده نجفی هم با تصمیم عجیبی که تو مهمونی آخر گرفتن، آتیش زدن به مالشون و موجودیشون صفر شد. بعد از مأموریت قسمت قبل حدود 700,000 تومان ته کارتشون مونده بود که تمامشو تو این قسمت صرف خرید کادو و یادگاری برای خانواده های رقیب کردن و اینجوری مخارج کل ماهشون مک به 3,000,000 تومان رسید. فعلا ما اولی، اصلا امکان نداره. یه خوراکی گیرمون بیا بخوریم. آسون ترین بخش مسابقه. یالی بعد یک ماه. به به ای به ابرون وام میگیرم دوباره. چرا تو مسابقه شرکت کردی؟ یه کاری دارم مشکوک. چطور وقت داری واسه خودت چیز بگیری؟ همون وقت نداری واسه من ماشین سواری کنم. هرچی مانگه دادی، هرچی چی دادی، ولی واقعا خاطره شد ها؟